با سلام و به امید سلامتی شما عزیزان. 104 سال از اعلان استقلال افغانستان توسط شاه امان الله میگذره و 2 سال هم از امارت مجدد طالبان به رهبری امیرالمومنین. استقلال افغانستان که با گذاشتن کلاه شپوی امان الله خان شروع شد و امارتی که با دستار ملا هبت الله موقتا پایان یافت. خب در این جای شک نیست که طالبان چیزهای دادن، و آنچه که دادن با آن فخر هم میکنن و جای شک هم نیست که چیزهایی هم گرفتن. حالا سوال اینجاست که آیا در برابر آنچه به دست آوردیم و آنچه از دست دادیم چگونه قضاوت بکنیم؟ آیا آنچه که از دست دادیم ارزش آن را داشت که آنچه به دست آوردیم؟ بدبختانه در افغانا در شرایط قرار گرفتن، اما که میگن در میان دو سنگ، که از یک طرف جنگ خاتمه یافت و صلح آمد، آرامش آمد، ولی از طرف دیگه ما میبینیم که یک سلسله اقدامات طالبان با خواستهای مردم، با نیازهای جامعه، با نیازهای عصر و زمان سازگار نیستن. لذا چگونه میتوان این دو مسئله را آشتی داد یا این دو مسئله را طور بررسی کرد که گویا خیر است اگر این چیز را بر ما دادن و این چیز را گرفتن حرفی نیست، باید بگذاریم و نادیده بگیریم. فکر میکنم چون این قضاوت نادرست و اشتباه خواهد بود که اگر ما به طور فکر بکنیم و یا هم طالبان و رهبران طالبان به این اندیشه باشن که گویا ما چون این چیزهایی برای مردم دادیم دیگه از ما زیاد نخواهیم. باید قبول بکنن که ما در رابطه با زنان چون این سیاست را داریم و پیش میگیریم. باریکی موضوع در همینجا است و عجز و بیچارگی مردم ما در همین است که به نوع، اما که میگن از کلک افگار گرفته شدن و زیاد که وقت فشار آورده میشه باز مثال میتن که آیا بیاد ندارین که تا دیروز میگفتیم نان خشک میخوریم، هیچ چیز نمیخوایم، صلح بیاید. خب ما از هر چیز تیر هستیم. خب میپذیریم که ما در اون مقطع یا مردم افغانستان که درمانده بودن در آن مقطع میگفتن، ولی به هیچ صورت نیازها همیشه یکسان باقی نمیمانه. به مرور زمان نیازها هم رشد میکنه. حد شو تشنگی هم به وجود میه. و به هیچ صورت ای کافی نخواهد بود که اگر طالبان به این اکتفا بکنن که ما صلح دادیم، ما وجود کشور از وجود لندغرا و از سران فاسد جهادی پاک ساختیم، پس به می اکتفا بکنن و دیگه چیزی از ما نخواهیم. آنچه که باعث شد بحث کوتاه امروز را با شما داشته باشم، علاوه از تذکر همین مسئله که گویا از شپو آغاز کردیم و به دستار رسیدیم، مشاهده یک کلیپ ویدیویی بود که واقعا
خوشایند بود و من شنیدنش لذت بردم. از شنیدن سخنان و دلایلی که این هموطن عزیز ما در مشوره به طالبان از طریق شبکه‌های مجازی ابلاغ کردن. بیاین که امی کلیپ را اول میبینیم، بعد بعضی قسمت های زور بدری خدمت شما به ترجمه میکنم. ببینیم دا ملت پتاسه نور دا حق لریش دا را طول که دا مسافر پری نده، دا قضه والا قضه نده، با امر بالمعروف تا مدافعش نه، چه ته دل تا دیوی ولی ولی دی وقت که خود مسلمانی دا سیحات تا رسیدلی دا چه پا آخر زمانه که دیدی نکه مسلمانی چیر تا جوری داشی تا پکی نور لاس ما وحا خبری داده چه دا بیرون تا چی تلولی چه دا پا ایران که کنزل ورتا کیگی پا پاکستان تو آقا کیگی علال آقا دوا و موتا سی ما دناری پا تحذیب پا تاسی حق لری چه دوی دیدی ملکونه دا آقا کی آقا چه پا اروپا کیدی زمن مسیحان کیگی لرگان مسیحان کیگی د دې مسؤلیت خو نن په تا ده، ته خو نن په غره کې نه یې، ته خو نن په ار کې څونه چې خلک ګزاره کوي دا مسلمانان ګزاره کوي ته هم ګزاره وکړه. دا هله قهرمان یم قهرمان یم، دا یو ورځ ویل کېږي د ازادۍ په ورځ نور حکومت په اسلام کې د خلکو خدمتګاري دې ته باید را وګرځو. انی ولیتو علیکم ولستو بخیرکم. او ابا بکر په اوله خطبه کې وایي چې قسم تلم آینونی او که راسکه کږه شوه نو تاسې به مې سموئ. دا خبره ده چې طالب مشرانو ته وایو چې دوه کاله د نوش جان موقت حکومت موږ دې د بلاو خلاص کړي یو، درېیم کال دې نوش جان د لویو تصمیمو د لویو انجداګانو دپاره په افغانستان کې لوی لیست پروت ده. دنیا ته وګورئ، د دنیا سیالۍ ته وګورئ، خلک څومره د خپلو ملتونو په خدمت کې دي. دا د دې خلکو په تاسې حق ده چې تاسې خلک غیر د دغې ورځې نه راوی غواړئ چې مشکلات څه دي. او حکومت خو د مفتي حکومت نه یي، د حضرت عمر صاحب د ابوبکر صدیق حکومت د مفتیانو نه و، ځکه دلته چې په دې حکومت کې مشران دي، وزیر دفاع ده، وزیر داخله ده، وزیر خارجه ده، دا ټول د اسلام نه د یو بل مفتی په اندازه پوهېږي. دوی خو مراجع د قوت دي، دی پوهېږي د دنیا سره معامله ده. باید تصمیم د مراجع او د قدرت په مشوره وشي. پتوا ته څه ضرورت ده چې یو وړی پتوا موږ پنځه کاله څلور کاله دي خو دا امارت رنګ زرد کړی. د ښځو مسله باید په دې کال کې په غیر رابطه باید د طالبانو زما وخت پوره هم ده، بدم ښکارم د دې نه زیات. ډېر تشکر کوم چې دا فرصت یې موږ ته راکړ. موږ د زړه درته وایو چې په دې پته د ستاسې موږ خوشحاله نه وي، موږ دې په خپل ایمان شک کوو. اوس هم ستاسې ترانې طالبي رنګ لري، ادبیات هم طالبي رنګ لري. د پتې نه بعد باید تاسې ملي ادبیات زده کړئ. ولسوال، حاکم، قاضی داسې ادبیات خو لري چې دا د یو ملت سړی. د جنګ ادبیاتو طالبي د یوې ډلې ادبیات پرېږدئ. خدای دې وکړي چې درېیم کال په آخر کې موږ نه مهاجر ولرو او نه سیاسي مخالف. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. عزیزان شنیدن که ای هموطن ما که نامشان محمد زمان مزمل است چی گفتن؟ ما شخصا ایشان را نمیشناسم و برای اولین بار است که با نامشان آشنا شدم. ای که اینا چه کاره هستن و چه کاره بودن به یک طرف، ولی از خلال گفته هایش فهمیدم که یک هموطن بسیار آگاه و روشنبین و واقعبین هستند. و پیش از اینکه من گفته هایش مختصرا ترجمه بکنم،
باید گفت که آفرین به ایشان که حتی با قبول یک ریسک حاضر شدن که چنین خطابیه داشته باشند. فراموش نباید کرد که هنوز هم آنگونه که ما امید و آرزو داریم امنیت افراد تضمین نیست در داخل افغانستان و اشخاص بنابر گفته های خود، بنابر کردار خود، بنابر پندار خود و گناه های مورد تعقیب قرار می گیرند. که حتی زندگی خود را در خطر می بینند. چون این افراد. ولی آفرین و تحسین می کنیم که بسیار سریع گفتن و بسیار بجا و دقیق. این که به گفته هاش بریم. اول خواهد از اداره نهی از منکر به نوی شکایت میکنه و میگه که ببینین یعنی اداره یعنی این اداره افراط میکنه و ما میبینیم که چگونه به این اداره دشنام داده میشه و یا اینکه گویا از این اداره مردم ناراض هستند و بسیار به صراحت اشاره میکنه که دی آخر زمان همه قدر مسلمانی هم که مانده یعنی که آنچه که ما مردم هستیم و همین مردم همین افغان ها هستن با همی گزاره کنین زیاد توقع نداشته باشین و میگه که اولاده افغانای ما در بیرون مسیحی میشن دخترایش بچه هایش مسیحی میشن و ایش مسئولیت با شماست که باید جلو وزیر بگیرید یعنی که با سخت گرفتن قوانین زندگی در کشور زیر نام شریعت باعث خواهد شد که اینا نیاین و به می ترتیب اولادهای افغانای بیشتر و مسیحیت رو بیارن. و چه خوب شیرین برشان میگه که این مسئولیت از شماست. آل شما در کوها نیستین. از پغرون که جوان نکوایی. میگه آل دیگر در کوها نیستین. در ارگ هستین. و اشاره زیبای دیگه میکنن که چی ضرور است که ما در هر مسئله یک فتوا صادر بکنیم که اشاره است به امیرالمومنین و مثال روشن میده که آقایون وزیر داخله وزیر خارجه و وزیر دفاع آدمای هستن که گفتارشان یا تصمیمشان کمتر از فتوا نیست بگذارین که با جهان معامله بکنه یعنی که بگذارین با جهان کنار بیاین بگذارین که با افغانا کنار بیاین با مردم کنار بیاین و آرزو میکنه که دو سال برتان مبارک سال سوم برتان مبارک یعنی که یک چند ماه دیگه هم برتان وقت میتیم ولی امیدوار هستیم که در امی سال روان سال جاری شما غم زنا را بخورید و به این نیازشان لبیک بگویید. یک مثال دیگه بسیار جالبی را میتن که از حضرت ابوبکر فکر میکنم که اگر غلط نشنیده باشم از او یاد میکنه که میگه در اولین خطبه خود گفت یا چطور گفت که اگر راست رفتم از من اطاعت کنین و اگر کج رفتم مرا راست کنین یعنی میگه که حتی بزرگان صدر اسلام کسانی بودن که اونا هم گردن گذاشته بودن و معترف بودن که شاید بعضا کج هم بریم
و ای گناه نخواد بود که اگر ما را برای راست هدایت کنه. و ای اشاره است برای باز هم اشاره غیر مستقیم برای امیرالمومنین میتن که دمی زمینه خوب تو کج میری، ما میخوایم تو را برای راست ببره. ببینیم که چقدر این انسان مبارکه است که باید دستانش را بوسید. چیز دیگه که آقای مزمل به او اشاره میکنه که بسیار به دل میشینه و چسب داره ای است که میگه که از ترانه ها و ادبیاتتان هنوز هم رنگ طالبی و جنگی داره. میگن ما قهرمان، ما قهرمان، که یک روز است در روز آزادی گپ زده میشه دیگه، زیاد فخر نفروشیم، ادبیات ملی را فرا بگیره و از ولسوال و از این مقامات یاد میکنه که باید ولسوال های ما، مقامات دولتی ما، اینا باید با ادبیات ملی گپ بزنن، یعنی ادبیات روز، همو ادبیات استاندارد. ما فکر میکنم اولین کسی که چونین یک مسئله را انگوش گذاشته همی آقای مزمل است. واقعا کسی اجرات فکر نمی کنم داشته باشه که برای طالبا بگویه که این ترانه هایتانه که بدون آلات موسیقی است. در حقیقت همو ترانه های حماسی دوران جهادشان است که در سنگرها می سرودند. میگه خب بس از دگاه او وقت در کو بودین، حالا در ارگ هستین، ادبیات ارگ فرا بگیرین، یعنی برین به طرف دولت داری. واقعا قابل تحسین است. و گپ دیگه که میخوایم در آخر از گفته هایش اینجا یادآوری بکنم، اما اشاره قبلی که من عرض کردم، اما اشاره ایست که گویا میگه که ما را از بلاها خلاص کردی، یعنی اعتراف میکنه که بله اصلا کارهای کردین، ما را از شر کسانی که یکی از دلایل بدبختی ها و شر و فساد و این مسائل بود، ما را خلاص کردین، از وجود از او کشور اجالتا پاک شده، که گویا غیر مستقیم میه که به می اکتفا دیگه نکنه، این خدمتتان یعنی ما فراموش نمیکنیم، ولی این را قایم دیگه نگیرین و این نباید سبب به این شود که شما روی حقوق نیمه از اتباع افغانستان که زنان است پا بگذاریم. حق از ناره باید هرچی زودتر بدیم. خب با عنوان چند جمله پایانی باید عرض بکنم که امیدوار هستیم اختلافات که در درون رهبری وجود داره، یعنی رهبران طالبان وجود داره، هرچه زودتر به نفع جناح به پایان برسه که خواهان اصلاحات هستند و به خواستهای برحق مردم تن میدن و حاضر هستند که از جمله حقوق زنان را بپردازند و زمینه های کار و تحصیل را فراهم بسازند. صحبت های آقای مزمل یک بار دیگر نشان داد، به صراحت نشان داد که سه چهره بسیار بر سر زبان طالبان که
وزیر دفاع، وزیر داخله و وزیر خارجه هست با رهبری مذهبی یعنی امیرالمومنین اختلاف نظر دارند و نشان می‌ده که در درون چنین یک مقابله جریان داره و اینها تلاش میکنن که ملاحبت الله را قانع بسازن که باید بخشی از صلاحیت ها را به آنها برگردانند. یعنی اگر تو خلاصه بکنیم که امیدوار هستیم که رهبری مذهبی طالبان و می که جایگاه خود داره و در مسائل بسیار مهم و کلیدی به مشورهایش گوش داده میشه و قندهار به مثابه یک پایتخت مذهبی را امروز مردم حاضر هستن بپذیرن، این سبب شوه که پایتخت مذهبی هم پایتخت سیاسی و دولتی افغانستان به رسمیت بشناسه و بالاخره به این گره که تقریبا 90% افغان ها روش بحث میکنن و از اون ناراضی هستن و خواهان حل این مسئله هستن، این گره باز شود و به این مشکل رسیدگی صورت بگیره. جای شک نیست که ما باز هم همو گفته ملا ضعیف را اینجا تکرار میکنم که بسیار بجا گفته بود که اگر این سبا هم مکتبا باز شود با یقین که دنیای غرب از این خبر خوش نخواد بود و او را تحسین نخواد کرد. معلوم دار امروز این مسئله باعث یک کلک افگار یا یک نقطه فشار از طرف غرب به کار گرفته میشه و سوال همی است که چرا طالبا با وصفی که میفهمند که یکی از دلایلی که به رسمیت شناختنشان به تعویق افتیده، یکی از دلایل اساسی همی مسئله است. پس چرا همی سنگ پیشرو را نمی بردارن تا را باز شود؟ ولی زو به این نتیجه می رسیم که اختلاف غرب با طالبا اگر هم مکاتب باشه و باز هم ادامه خواهد داشت و در عرصه‌های مختلف اختلافات وجود خواهد داشت، ولی در سطح ملی یعنی در سطح اکثریت مردم یک رضایت و یک خوشی دست خواهد داد. امیدوار هستم که به این خواسته نیم وجود یا نیم پیکر یا نیم بدنه جامعه ما هر چه زودتر پاسخ داده شود. با امید صحبت‌های بیشتر و بهتر آینده.